یکی از مهمترین مسئولیت‌های کارگردان، نه اینکه به زور ولی با نحوه برخوردش با متن نمایشی و قرائت متن نمایشی و پیشنهاد، اگر پیشنهاد زود همون اول بده که من نمیدم، حالا میگم خدمتتون، باید بدونه که اون بازیگر رو باید مراقب باشه و یکی از معیارهای مراقبتش چگونگی انتقال محتوای نمایشنامه به اون بازیگره. محتوای نمایشنامه پس از قرائت کارگردانی که من هستم، چی کار میخوام با این نمایش بکنم؟ توی بازیگر در اون کاری که میخوام بکنم چه نقشی خواهی داشت؟ هیچ بازیگری حق نداره یه نقشی رو که قراره توی نمایشنامه بازی کنه، وقتی نمایشنامه به دستش رسید، فقط بره سراغ نقش خودش، فقط نقش خودش رو زیرش خط قرمز بکشه. نمایشنامه رو باید بازی کرد، نه نقش خودت رو. کل نمایشنامه رو باید درک بکنی، کل شخصیت‌های موجود در نمایشنامه رو باید شناسایی بکنی. محرک‌های این تراژدی یا این کمدی چیست؟ موقعیتش چیست؟ سرزمینش کجاست؟ چرا کارگردان این کار رو انتخاب کرده؟ همه اینا رو که فهمیدی اون وقت باید نمایشنامه رو درک بکنی، ولی نه نقش رو. به همین دلیل اگر قراره 4 ماه یه نمایش رو تمرین بکنم، 2 ماه اول هیچ نقشی رو به کسی اعلام نمی کنم. میگم شما بازیگران این نمایشید، نقشاتون رو 2 ماه دیگه اعلام میکنم.